به نام خاک پاک ایران، درود و عرض احترام خدمت شما بینندگان عزیز که این ویدیو رو از رستاخیز سیمرغ میبینید. امیدوارم حالتون خوب باشه. همیهنان عزیزم، همونطور که در جریان هستید 43 سال هستش که جمهوری اسلامی خاک پاک کشور ما رو اشغال کرده و در نابودی کشور و مردم ما از هیچ ترفند و از هیچ جنایتی فروگذاری نکرده است. در رستاخیز سیمرغ ما تصمیم گرفتیم برنامه‌هایی رو بسازیم مبنی بر اینکه سیستم‌های امنیتی برای ایجاد انقلاب در دل یک جامعه، خصوصا در کشورهای خاورمیانه یا حتی در کشورهای آفریقایی، با چه شیوه‌هایی فعالیت می‌کنند. برنامه‌ای که شما می‌بینید بخشی مکمل در رابطه با کتاب ایران در کما هستش که من نوشتم این کتابو و به زودی امیدوار هستم که چاپ و منتشر بشه. اما همونطوری که می‌بینید این جلسه نخست این برنامه هستش. امیدوار هستیم که بتونیم به صورت سریالی این برنامه ها رو بسازیم و تا آموزش نحوه دفاع در تجمعات خیابانی، وقتی براندازان و رزمان ما در داخل کشور کف خیابون خواهند بود، به اونجا خواهیم رسید و میپردازیم. اما جلسه نخست همینطوری که میبینید مافیا و سازمان های امنیتی و جاسوسی تحت امر آنان برای انقلاب چه روش‌ها و ابزاری دارند. براندازان باید بدانند تا پیروز میدان باشند. اما مقدمه. در طول تاریخ بشر، خصوصا در طول دو قرن اخیر، مافیای مدیریت کننده جهان سعی در افزایش قدرت و نفوذ خود در کشورها و در قاره‌های مختلف گرفته است. با پیشرفت ابزار و لوازم ارتباط جمعی و رشد و بلوغ سیاسی جوامع، مافیا از استعمار و استثمار به صورت آشکار محروم می‌ماند. بنابراین نیاز به اهرم‌هایی مثلا قانونی دارد تا در هر جا و در هر زمان که به دنبال تأمین منافع خود می‌باشد، بتواند به آن کشور دست درازی کرده و هیچ نهاد یا سازمانی اهرم بازدارنده‌ای نباشد. برای مثال میتوان به سازمان حقوق بشر جهانی یا حتی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن اشاره داشت. همانطور که میدانید این سازمان‌ها صرفاً به عنوان بخشی از ابزار دست مافیای جهانی در حال خدمت رسانی به اربابان خود می باشند. پرواضح مبرهن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون هیچ بیانیه‌ای که منجر به اقدام عملی در برابر نقض آشکار حقوق بشر از سوی 7 کشور عضو ثابت شورای امنیت که دارای حق وتو نیز می باشند ننموده است، بلکه در زاویه دیگر سازمان حقوق بشر یا سازمان انرژی اتمی بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی در هر زمان و در هر جای دنیا که خواسته است بیانیه‌ای علیه کشوری صادر و شورای امنیت سازمان ملل متحد چراغ سبز حمله نظامی به کشور یا کشورهایی که برای استعمار آن برنامه داشتند را به سوی کشورهای ابرقدرت نظامی در جهان روشن نموده است. در طول تاریخ بیش از 3500 ساله زندگی مسبوط بشر بر روی زمین، در بیشتر ادوار تاریخ ما انسان‌ها برای تصاحب مال و خاک به کشوری دیگر لشکرکشی نموده ایم و تنها 250 سال را بدون جنگ زیسته ایم. اما دنیای مدرن امروز باعث آن گردیده است تا مافیا از ترس قیام مردم بر علیه حکومت‌های تحمیلی آنها با احتیاط بیشتری عمل کنند و شیوه‌های مدرن و روش‌های گوناگون ایجاد انقلاب در دانشگاه‌های تحت مدیریت مافیا و سازمان‌های امنیتی و جاسوسی تدریس می‌گردد. این تحقیق بخش تکمیلی از کتاب ایران در کما به نوشته این جانب می باشد که به نقش مافیا
و سیستم‌های امنیتی و جاسوسی کشورهای مختلف در سرنگونی حکومت شاهنشاهی و روند این 43 ساله پرداخته است. مهران کمالپور، چهارم شهریور 2580 شاهنشاهی. سیستم های امنیتی و جاسوسی در کشورهای پیشرفته مانند سازمان های CIA، MI6، موساد و کاگبه و یا بسیاری از سیستم های امنیتی که امروز در خاورمیانه دارن فعالیت میکنن، مثل سیستم امنیتی جاسوسی پاکستان، هندوستان، امارات متحده عربی، عربستان، جمهوری ایران، ترکیه، تمام اینها دست به دست هم میدن با توجه به اینکه بسیاری از این کشورها سابقه سیستم های امنیتی و جاسوسیشون یک مقدار از ما تاریخش بیشتر هستش. یعنی در واقع وقتی که ما در حکومت شاهنشاهی در 1335 سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک رو تأسیس کردیم، در بیشتر این کشورها سیستم اطلاعاتی و امنیتی وجود داشت. حتی در افغانستان اون موقع این سیستم وجود داشت، اما کشور ما به دلیل اینکه نیازی بر این سیستم ها نمیدید برای کنترل کشور نداشت، بعد 1335 تأسیس شد. و تمام این سیستم های امنیتی و جاسوسی در بخش های مختلف، در اقشار مختلف جامعه، سیستم های دولتی و سیستم های حکومتی کار میکنن و برای هر کدومشون کارگروه های مختلف و منفک دارن، هم در مرحله تحقیقات و پژوهش و بررسی جامعه تمام این بخش ها، هم در رابطه با برنامه ریزی، پلن بندی و هم روی تاثیرگذاری رو تمام این قسمت ها کار میکنن. اما امروز ما در بخش جامعه خودمون به بخش عمومی خواهیم پرداخت. در بخش عمومی جامعه، مافیای جهانی و سازمان های امنیتی و جاسوسی برای نظارت، کنترل و جهت دادن به افراد تشکیل دهنده یک جامعه در بین تمام اقشار با هر سن و در هر سنفی که به فعالیت اشتغال دارند، نیاز به فاکتورهای زیر برای رسیدن به هدف تعیین شده خود دارند. یک اتفاقی که تمام سیستم‌های امنیتی و جاسوسی بهش احتیاج مبرم دارند، اون هستش که به صورت جامع تمام ارزش‌هایی که در یک کشور، اون هم کشوری مثل ایران که دارای یک تمدن و یک فرهنگ غنی هستش از نظر باستانی و جزء امپراتوری‌های بزرگ در جهان بوده می‌پردازیم، تا ببینیم سیستم‌های امنیتی و جاسوسی برای رسیدن به این که بتونن برنامه‌ریزی کنن برای کشور ما به چه اطلاعاتی نیاز دارن. در بخش نخست، تمام سیستم‌های امنیتی و جاسوسی که در کشورها می‌خوان فعالیت کنن باید اینو مطلع باشیم و بدونیم که از دو مسیر اقدام میکنن برای شناخت و برای بررسی و تحقیق‌های میدانی. یکی از مهمترین این داستان‌ها از دیرباز کسانی که میخوان از سیستم‌های امنیتی بهره برداری کنن و برسن به یک کشوری برای تامین منافع خودشون، در گام نخست باید اطلاعات جامع به دست بیارن و کسی نمیتونه با کارت سیستم امنیتی یا جاسوسی وارد کشور بشه، وارد هیچ کشوری. بنابراین این دو تا راه حل بیشتر وجود نداره. یک، به صورت توریست. دو، به صورت کارمند، بازرگانی، ورزشی، کارمند. همین کجاست؟ هم در سفارت. در واقع کشورهایی که نیاز دارن به کسب اطلاعات از دو مسیر فقط قادر خواهند بود که این اطلاعات جامعه رو به دست بیارن. در وهله اول بخش توریستیشون فعال هست و تمام ماموران و جاسوسان خودشون رو به عنوان توریست به کشورهایی که نیاز دارن گسیل میکنن و این بخش براشون از درجه بسیار بسیار بالای اهمیت هستش که روش بسیار بسیار سرمایه‌گذاری های سنگین میکنن. در بخش دوم شما در سفارتخانه‌ها قطعاً در تمام سفارتخانه‌ها مربوط به کشورهای مختلف یک بخش‌هایی رو قطعاً دیدید، بخش رایزن فرهنگ، بخش تجاری، قطعاً در بخش با
بازرگانی و تجاری یک سری افرادی هستن که شما رو رصد میکنن، از شما اطلاعات میخوان، فرمهایی رو میذارن برای شما پر میکنید و مجبور هستید یک سری اطلاعات ریز بهشون بدید و از اون لحظه به بعد شما در اون سیستم امنیتی در اون کشور دارای شناسنامه میشید. و بسیاری از موارد شما شاهد خواهید بود که سفرا از سیستم امنیتی انتخاب میشن، دیپلمات‌ها، کارمندها به صورت کاملا نامحسوس و در پوشش یکی از این مقامات یا کارمندان سفارت وارد کشورهایی میشن که میخوان کسب اطلاعات داشته باشن و سیستم‌هایی رو کنترل بکنن به صورت مستقیم و مدیریت جاسوس‌هایی که در به عنوان توریست دارن وارد میشن یا نیروهایی رو که جذب کردند. نیروهایی رو که در سیستم های اداری، وزارتخونه ها، نهادهای دولتی، بانک ها، مؤسسات، بانک مرکزی و هر جایی که میتونن جذب بکنن از طریق خود سفارتخونه ها در وهله اول سعی میکنن مدیریت بشن، پرداخت پول ها و دستورالعمل ها به چه چیزهایی احتیاج دارند در وهله اول سعی میکنن از داخل سفارت که خاک همون کشور محسوب میشه و هیچ کشوری نمیتونه به اون منطقه تجاوز بکنه یا دسترسی بکنه کنترل میکنن. در وهله دوم اگر این ارتباطات بسته بشه، راهش سد بشه، سعی میکنن از کشورهای دیگه یا از کشور خودشون این دستورالعمل ها رو به مامورینی که جذب کردن بدن و بتونن اطلاعات کسب بکنن. حالا ببینیم برای شناخت ارزش‌های یک کشور از چه راهکارهایی استفاده می‌کنن و به چه ابزاری احتیاج دارن. در وهله اول بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن، یکی از مهمترین ریشه‌های اصلی نابودی کشورها در خاورمیانه و اون این هستش که سیستم‌های امنیتی مانند MI6 CIA KGB در زمانهای قدیم و حتی کشور فرانسه، سیستم امنیتی کشور فرانسه، اینها روی سیستم‌های فرهنگی و تمدنی و تاریخی هر کشوری اطلاعات کامل دارن، روشون کار کردن و مردم خوب می‌شناسن. و یکی از مهمترین آثاری که ما در این طول 43 سال می‌بینیم نابودی فرهنگ اجتماعی، فرهنگ تاریخیمون، تمدن، ادبیات و همه چیزا رو شما می‌بینید که اینا نابود کردن، حتی به موزه‌های ما رحم نکردن. در زمان‌های قدیم قطعا شما شنیدید در زمانی که تازیان در 1400 خورده این سال پیش به کشور ما حمله کردن و یورش آوردن تا با شمشیر و نیزه و قتل و غارت و کشتار اسلام رو به ما تحمیل بکنن، اولین کاری که کردن کتابخونه‌ها رو آتیش زدن. در زمان مغول هم همین اتفاق افتاد و بهترین کتاب‌های ما، کتاب‌های تاریخی، باستانی، نجوم، ریاضی و تمام کتاب‌هایی که میتونست در علوم امروز کمک مردم و انسان‌های جهان باشه رو آتیش زدن و نابود کردن. به دلیل اینکه ما در کشورمون ایران اگر فاقد تاریخ، فرهنگ و تمدن باشیم، اونها بیشتر و بهتر و راحت‌تر میتونن به کشور ما نفوذ کنن، به مغز و قلب و روح مردم ما نفوذ بکنن و کشور رو نابود بکنن، همونطوری که در طول 43 سال گذشته شاهد هستیم که این اتفاق افتاد. اما بریم مرحله بعدی رو ببینیم. یکی از مهمترین مواردی که سیستم‌های امنیتی و جاسوسی برای رسیدن به اطلاعات روز در یک کشور نیاز داره، بررسی سطح اخبار و برنامه هاست. برای رسیدن به این منظور از سه بخش استفاده می کنه: مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سینما. به دلیل اینکه ما داریم فعلا به مسائل قبل از سال 57 می پردازیم، به گزینه امروزش که سوشیال میدیا هست نمیپردازیم، چون این مسئله مدرن روزه، ولی ما میخواییم به مسئله که در قبل سال 57 رخ داده الان اشاره بکنیم. اما وقتی سیستم های امنیتی
در جهان نگاه میکنن. اونا از متن اخبار اطلاعات کامل دارن و اخبار دقیق مطلع هستن، چون 24 ساعته کارگروه هایی دارن که به این مسئله میپردازن، بررسی میکنن، اطلاعات دقیق ها از سراسر جهان جمع بری میکنن و به اطلاعشون میرسونن، به عنوان هم در بخش مطبوعات، هم رادیو تلویزیون، هم سینما. و وقتی ببینن یک کشوری مثل کشور ما یا هر کشور دیگه سطح اخبارش در سربندی داشته باشه، مثلا میگم از این سطح اخبار 5% درست باشه و 95% دروغ و کذب باشه، میگن سطح اخبار و اطلاعات عمومی مردم این کشور نسبت به اطلاعات واقعی در جهان بسیار بسیار پایینه و اصلا مطلع نیستن داره در جهان چه اتفاقی میافته، از واقعیات دورن. بنابراین هر خوراک اخباری و تبلیغاتی رو ما میتونیم براشون بسازیم و به ذهنشون تزریق بکنیم. همینطوری که شما میبینید در طول این 43 سال گذشته به دلیل خفقان خبری، به دلیل محدود کردن مطبوعات و اینکه تمام این رسانه ها مخصوصا در بخش مطبوعات، چه روزنامه، چه هفته‌نامه، چه ماهنامه، یک خفقان خبری بودن، همیشه ما اطلاعات دروغ به دستمون رسیده و هر چیزی که خودشون دوست داشتن در هر بخش، در بخش نظامی، در بخش علمی، در بخش سیاسی، فرهنگی، هنری، هر چیزی که خودشون خواستن به عنوان خوراک خبری به اذهان عمومی جامعه تزریق کردن. در بخش برنامه سازی هم همینطوره. وقتی ما نگاه میکنیم یک اختاپوس در روی رسانه های ما افتاده، در بخش مطبوعات که عرض کردم، در بخش رادیو تلویزیون برنامه‌های ساخته میشه بدون محتوا، یعنی اون اتفاقی رو که سیستم‌های امنیتی و جاسوسی دارن آموزش میدن برای یک جامعه رقم بزنن، از سطح رادیو و تلویزیون بعد در سطح سینما رخ میده، به دلیل اینکه این هم تفکیک بندی شده. در یک جامعه کلانی مثل ایران امروز در حد 80 میلیون 85 میلیون جمعیت، چند درصد به سینما ها میرن، چند درصد توان سینما رفتن ندارن و فقط از تلویزیون بهره برداری میکنن، چند درصد از رادیو استفاده میکنن. من توجه شما رو به این قضیه جلب میکنم که دقت کنید دوستان. ما اینجا رادیو داریم، تلویزیون داریم، سینما داریم. چند درصد رادیو گوش میکنن؟ از 100% جامعه، رانندگان یا خانه‌داران. بالاترین درصد شنوندگان رادیو در این دو بخش هستن که حالا این راننده یا راننده های بیابونی هستن مثل کامیونداران و اینا که بین شهری حرکت میکنن، رانندگان اتوبوس هستن که الان خیلی کم اکثرا موزیک گوش میکنن و یا رانندگان تاکسی در سطح شهر. اینا که خانه‌داران مشخصه چه کسانی هستن. اما تلویزیون چه درصدی رو؟ این درصدی که داریم در سطح کشور خودمون حداکثر 3%. حداکثر شنوندگان رادیو 3% جامعه مخاطبین تشکیل میده. در بخش تلویزیون چقدره؟ ما از سطح جامعه، در سطح جامعه کلان عرض کنم که ما باید اینجوری فکر کنیم که 85 میلیون جمعیت ایران از کوچک تا بزرگ بالاخره به یکی از این سه بخش گرایش داره تا بتونیم به یه آمار کل برسیم. در بخش تلویزیون بالاترین درصدی که به خودش اختصاص میده 15%. هم از برنامه‌های ورزشی، علمی، هنری، آموزشی و اخبار. در بخش سینما کسانی که سینما میرن کاملا مشخص چند درصده.
82% از این جامعه سینما باید برن بس. در صورتی که شما میبینید سینمای ایران یک سینمای ورشکسته است. از چی میشه؟ از چرا 82% سینما نمیرن؟ اگه نمیرن کجا میرن؟ از کجا اطلاعات به دست میگرن؟ امروز از سوشیال مدیا. در بخش رادیو شما شاهد این بودید که در سال 57 به بعد برنامه های خوبی ابتدا به ساکن ساخته می شد. ولی اون برنامه ها چرا قطع شد؟ شما فکر می کنید برنامه صبح جمعه با شما چقدر مخاطب داشت؟ همون در مثلا یه برنامه مثل صبح جمعه با شما قشر سنی بین 10 تا 70 سال رو جذب خودش کرده بود و بالاترین آمار مخاطبان رادیو به 85% در برنامه صبح جمعه با شما رسیده بود. سیستم امنیتی و جاسوسی از این میترسه، چون اگر در برنامه‌ای مثل صبح جمعه با شما بیان یک اطلاعاتی رو بدن، یک اخباری رو یه دفعه پخش کنن، یک افشاگری، یک روشنگری، یک اعتراض، یک اتفاقی رو رقم بزنن برخلاف سیاست‌های کشورهایی که دارن تأمین منافع میشن، میتونه تاثیرگذاریش روی 85% جامعه ای باشه که به عنوان مخاطب داره به رادیو گوش میکنه. بنابراین باید این منحدر بشه که بر رادیو باید مخاطبش از دست بده. طبق دستور سیستم امنیتی تاثیرگذاری میشه و انجام میده رو سازمان صدا و سیما و اونها بعد دیگه تامین بودجه نمیکنن که تهیه کننده پیدا بشه، تهیه کننده کارگردانی رو، کارگردان هنری یا کارگردان رادیویی بذاره، برنامه های خوب بسازن و برنامه همه اکثرا امروز دیگه جوابگوی ذهن فعال و اکتیو جامعه ایرانی رو نخواهد داد. از این مخاطب از بین رفت. مخاطب گرایش باید پیدا بکنه به جای دیگه. به کجا گرایش پیدا بکنه؟ میایم در بخش تلویزیون. امروز جامعه ایران مخصوصا نسل جدید به هیچ عنوان به سمت تلویزیون نمیره. چرا؟ چون اکثرا برنامه های دینی هستش که اینجا باید اضافه بشه. برنامه های دینی هست. اصلا امروز جامعه نسل نوع ما دین گریز شده. نه تنها اسلام گریز بلکه دین گریز شده. بنابراین این جامعه به سمت تلویزیون نمیتونه گرایش پیدا بکنه، چون ارضا نمیشه. از نظر علمی، از نظر مغزی، از نظر آتیه و آیندهش هیچ برنامه رو نمیبینه. سریال های تلویزیونی همه دروغ. بنابراین این جامعه ای که توان استفاده از رادیو رو نداره و تلویزیون نمیتونه جذبش بکنه و از نظر اقتصادی قابلیت اینو نداره که هر روز بارشه بره سینما و برای روزانه خودش یک مطلب سرگرمی رو پیدا بکنه، تا سرگرم بشه در خونه مجبوره به چه کاری دست بزنه؟ میاد میره دنبال یک وسیله ای به اسم ماهواره. شما میبینید جمهوری اسلامی در رابطه با ماهواره اعلام میکنه که هر کسی که دیش داشته باشه، ریسیلر داشته باشه جمع میکنیم، نیروی انتظامی میره از بالای خونه دیشا رو پرت میکنه پایین، داغون میکنه، ریسیلر رو جمع میکنه، قاچاقچیان رو دستگیر میکنه، بازداشت میکنه، زندانی میکنه، جریمه نقدی میکنه، اما در نهایت تمام خونه‌ها دارای ریسیلر هستن. چرا این اتفاق میافته؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا با ماهواره مشکل داره؟ آیا واقعا مشکل داره با ماهواره؟ نه، مشکل نداره. چرا؟ به دلیلی که شرکت تولید کننده ماهواره ریسیور دائما در حال تولید ریسیور مدر در اساس شرایط روز ارتباط جمعی و ماهواره‌ها در جهان هست، بر اساس سیستم هایی که امروز دارن برنامه سازی میکنن، شبکه‌های مختلف. طبیعی که ریسیورهای قدیمی دیگه نمیتونه شبکه‌های جدید رو نشون بده، مجبورن ریسیورهای جدید پخش بکنن. وقتی که یک خانواده ریسیور داشته باشه دیگه نمیره دنبال ریسیور جدید،
جمهوری اسلامی به دلیل اینکه وارد کننده اصلی سپاه پاسداران هست، دستور میدن بر اساس سیستم مافیای جهانی و بر اساس اون آموزش هایی که داده شده توسط سیستم های امنیتی و جاسوسی جهان، میگه با توجه به احکام اسلامتون در کشور بگید ماهواره ممنوعه، پس ماهواره رو جمع کنید بریزید بیرون. خانواده مجبور میشه چیکار کنه؟ دوباره بره یه ریسیور نو بگیره، یه ماهواره بگیره، یه دیش بگیره، بس بکنه و این چرخه کماکان ادامه دارد. منافعش به جیب کی میره؟ به جیب مافیا، به جیب سپاه، به جیب جمهوری اسلامی. کی داره تحقیق میشه اینجا؟ خانواده. چرا خانواده؟ از نظر مالی فشاری نمیاد. چرا؟ چون اینا میخوان هر مثلا یه سال به انسان، دو سال به دو سال یک سیستم ماهواره و اینا رو نصب کنن. بالاترینش مثلا شما فکر کنید 2 میلیون تومان. و در یک خانواده ای که شاید حالا 2 میلیون تومان حقوقش باشه یا 5 میلیون تومان حقوقش باشه میتونه اینو تامین بکنه مثلا، یا از خورد و خوراک و لباس و اتفاقات دیگه خودشون قیچی میکنن، کات میکنن، کم میکنن، میان این ماهواره رو میخرن. مهم کجاست؟ مهم تولید محتوا در ماهواره است. هدف اصلی سیستم امنیتی و جاسوسی در جهان تزریق اون چیزی در افکار مردم یک جامعه است که توسط ماهواره باید به ذهن مردم نفوذ پیدا بکنه و تزریق بشه. حالا اینا رو که پاک میکنم به خاطر اینکه تمرکز از دست نره. عزیزان شما نگاه میکنید در تلویزیون، در رادیو و در سینما ما شکست بردیم، اصلا مخاطب نداریم، سینما ورشکسته است. بهتر بنویسید سینما و تئاتر ورشکسته است در ایران. هیچ تلویزیون محتوایی نداره که بتونه مخاطب جذب کنه. رادیو هم که همینطور، مردم هجوم میبرن به سمت ماهواره. شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی میاد سرمایه گذاری میکنه و کانال هایی رو شروع میکنه راه اندازی کردن. جن تیوی، جن تیوی، تمام آن چیزی که ابتذال برای یک خانواده رو میتونه تدریس کنه، آموزش بده در قالب سریال های مبتذل، در قالب سریال های مبتذل پخش میشه. چی رو دارن آموزش میدن؟ انهدام و متلاشی کردن بنیان خانواده ها. زنی که متأهل هست چجوری به شوهرش خیانت کنه، بره با مردهای دیگه باشه. مردی که متأهل هست چجوری به همسرش خیانت کنه، بره با چند زن باشه. و متلاشی شدن خانواده رو آموزش میدن. همونطور که شاهد هستید، خب امروز جامعه زنان در ایران یک بخش کوچکی خوشبختانه، نه همه، خوشبختانه یک بخش کوچکی، مخصوصا اون بخش متمول و ثروتمند که دستشون به دهانشون میرسه، با هم دیگه مسابقه گذاشتن، متأهل مسابقه گذاشتن، ببینن که چند تا دوست پسر میگیرن. اینا کی بهشون آموزش داد یه دفعه اینجوری شرایط خانواده ها رو متلاشی کرد؟ برنامه ها و سریال های تلویزیونی در ماهواره. هیچ قدرتی قادر نبود که این کار با فرهنگ ما ایرانی ها انجام بده. اما سیستم های امنیتی و جاسوسی با تحقیق و تفحص در بخش های مختلف و تأثیر گذاری در قسمت های مختلف فرهنگی ما، مخصوصا در این سه بخش رادیو، تلویزیون و سینما، موفق شدن بنیان خانواده را از هم بپاشونن. چرا بنیان خانواده باید از هم پاشیده بشه؟ چون جامعه ای که خانواده مستحکم نداشته باشه جامعه متزلزلی هست. چون جامعه ای که زن در اون مورد هجمه قرار بگیره
و به صورت یک ابزار جنسی بهش نگاه بشه، اون جامعه جامعه فروپاشیده و متلاشی هست. در سیستم‌های امنیتی و جاسوسی محاسبه‌ای که می‌کنن همیشه در رابطه با تمام کشورها، نه در رابطه با ایران، یک فرق عمده بین زن و مرد وجود داره. یک فرق عمده بین زن و مرد. این مرد، این زن. کاری که یک مرد انجام میتونه بده در یک جامعه و بتونه افکار و ذهنیت خودشو انتقال بده، تنها و تنها 50% فقط روی فرزنده. حالا میخواد یک فرزند داشته باشه، میخواد 10 فرزند داشته باشه، فقط روی فرزنده. اما یک زن چطور؟ یک زن، زن اولین تأثیری که میتونه داشته باشه